بسیارت دیشمایا و شلوم حضور دوستان عزیز، سال نو رو دوباره خدمت همگی تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که همگی در دفاتر زندگانی خوب و شیرین مهر و امضا شده باشیم و هر کسی به هر آرزوی داره به خوبی و به راحتی به اون برسه و همگی با افتخار و سربلندی به استقبال خگ سکوت بریم. پارشای هزینو به شیرت هزینو معروف است. سرودی پرمحتوا و قدوش که از طرف مشربینو سرایده شد. هارمبان می‌نویسه که این سرود شهادت واضعی بر روی نجات ملت اسرائیل در طی گالوته. در متون این سرود از گذشته ام اسرائیل، آینده و حال اونها و از اولام حزه و اولام بای اونها و تمام سرنوشت های دنیا به صورت رمز و پوشیده و خیلی به صورت ادبی تا حضور ماشیخ مطالبی بسیار مهم گنجانیده شده. روی همین اصل تورا می فهمد که و یاوو موشه و دبر ات کل دیوره هشیرا از زد به اوزنه هم. کل دیوره هشیرا یعنی تمام این مسائل، و میخواد بسونه که تمام مسائل، تمام مشکلات دنیا رو در اون بازخواست میکنه. هرمبان می‌نویسن که تمام وقایع و حوادث از گذشته و آینده قوم بنی اسرائیل در این سرود قادوش به صورت جالب و پوشیده یادآوری شده. برای تمام کلمات و جملات این سرود کتاب ها نوشته شده. راشدزال میفهمد که در آینده ملت های دیگر بنی اسرائیل مورد تحسین و تمجید قرار میدن به عنوان یک قوم مقدس و بسیار بزرگ. به هشم اتبارخ و تمام سختی ها و یسوری مصدماتی که در دیگه گالوت های زمان های مختلف که بر سر این ملت بزرگ اومده اونا رو تمام یادآوری میکنه. در این پارشا اشاره از خگ سکوت ما در برداریم که هشل اقادش میفهمد که تورا میفهمد که یسووونهو در این پارشا یسووونهو یوننهو یترنهو که ایشون اینو همانند عقابی که جوجه هاش رو آهگاه میکنه و به خاطر دفاع از جوجه هاش پروبال میزنه، اونها رو روی بال خودش هم میکنه. هشین بارخ هم فرزندانش رو احاطه کرده و همانند مردمه که چشم مورد توجه قرار میده و از اونها محافظت میکنه و حفظشون میکنه. منظور که هشین بارخ فرزندانش رو با ابرهای عزت احاطه میکنه و اونها رو محافظت میفرماد. و بیاقیبا میفهمه که منظور این که هشمید برخ با ابرها به اصطلاح از اونها محافظت میکنه، برای اونها سکوت درست کرد و اونها رو در زیر سایه خودش قرار داد. به اصطلاح هشمید برخ به زودی ما زندگی در منزل خود رو رها میکنیم و برای مدت حدود یک هفته به سوکاه پناه میبریم و مثلا میدونیم که خخامی میفهمون که خگ سکوت رو به نام زمن سیمخات نو نام گذاشتن، زمان شادی ما. همانطور که برای پسخ گفته شده متن تورات نو، زمانی که ما تورا رو مثلا زمن خیروت نو بخشید، زمان آزادی ما، برای شاول گفته شده زمن متن تورات نو زمان دریافت تورا، و برای سکوت هم زمن سیمخات نو گفته شده که این زمان زمان شادیه. منظور از چه سیمخایی هست؟ خب ما برای تمام محیطها باید دستور داریم که باید شاد باشیم. پس چه فرقی هست؟ میفهمم که البته در این محیط شادی اضافتر داریم که تو را میفهمم که اوس مختم لیفنه هشم رکیخم شیوت دیامیم. حتی برقادش توضیح میده که زمانی که همه به داخل منزلشون رجوع میکنن، تمام ملت ها به خاطر سرما و یا باران به خونهاشون برمیگردن در این فصل، ما برعکس
طبق دستور تورا تمام زندگیمون رو به بیرون منزل انتقال میدیم و در سوکا میشینیم و توجهی به سرما و گرما نداریم، صرفا به منظور اجرای دستورات پادشاهان. تمام معدیم و تمام ایام دینی ما دارای آثار و شواهدی هستن که به اونها خیزوق و نیرو میده، همانند پسخ و آزادی، اون آزادی که نصیب ملت شد، شاووت و دریافت تورا بود، براش شانا که روز دین و محاکمه و روز یوم کیپور که با امتیاز بخشش و زندگی و تولد دوباره بود. اگر میبینم میمیسن که زمانی که بنی اسرائیل در بیابان بودن و روز 17 تموز بود که اروکوین براشون ایگر رو درست کرد، در همون روز انیکاوود از اونها دور شد و تا یوم کیپور که هشم فرمود سالختی که دیبارخا گناهان اونها بخشی شد، در نتیجه در 15 ماه تشری بود که ابرها برگشتند. از این جهت ما هم در این تاریخ به عنوان یادآوری برگشت ابرهای عزت اقاشورخو ما هم سوکا درست میکنیم و در اون میشینیم. ولی در سفر نخمیا فصل 9 ذکر شده که حتی هنگام ساختن ایگل هم ابرها دور نشدن، به علت محبوبیت که بنی اسرائیل دارن برای پدرشون و با وجودی که کار خلاف کردن، ولی هنوز هشم همگی اونها رو از بین نبرد. خزال سوال میکنن که پس اگه اگر میبیلنا میفهمد که ابرها کنار رفتن در این ایام، ولی بعد میبینیم که گفته شد که نه، ابرها با ساختن ایگلم هنوز عقب رفتن، پس ما کدومشو باید قبول کنیم؟ میفهمن که ابرها فقط از سر افرادی که خطا کردن و گوساله پرستیدن دور شدن و محافظت رو از اونها برداشتن. روی همین اصل هم هست که خانم ها از میسوای سوکا پاتور هستن، به علت که هیچ گونه سهمی در ساختن ایگل نداشتن، همچنین در بقیه تمام خطاهای بیابون در هیچ کدوم سهم نداشتن. ما میدونیم که خانم ها برای 4 پیاله یعین در شب پسخ یا میسوای خنوکا یا مگیلا خیاب هستن، ولی برای نشستن در سوکا خیاب نیستن، به خاطر اینکه خانم ها در آوون ایگل هیچ گونه سهمی نداشتن، شرکت نکردن، در نتیجه محافظت ابرها رو داشتن و دائم ابر بر سر اینها بود، هیچ وقت بر سر اینها عقب نرفت و از اونها دور نشد. در نتیجه برای نشستن در سوکا اونها خیاب نیستن و لازم نیست که در گرما یا سرما در سوکا به سر ببرن، به علت که به گناه گوساله پرستی مرتکب نشدن. سوالی است که میفهمون که چرا خگ سوکوت به زمن سیم خاتنو معروف است. گلگو چیم آنی میمیسن که در تورا 3 مرتبه این لفظ اون شادی رو برای سوکا ذکر کرده. اول که میفهمد که به سامختا به خگیخا، دوم میفهمد به هایتا اخسامخ، و سوم میفهمد که اوسمختم لیفنشن رو کخم شیود یامیم، در صورت که برای پسخ از لفظ شادی استفاده نشده و مثل اینجا نمیاد بگی به سامختا به خگیخا. جواب اینه که شادی اصلی به خاطر موفقیت در بدین شامعین که همگی اسرائیل ها بخشی میشن. گمرا در مسخت سوکا یادآوری فرماد که هر کسی در یوم کیپور در بدین موفق شد و گناهانش بخشی شد، باید با اتروگ و لولاف در دست که اون رو نعنوا میکنه و تکونش میده، ازش تشکر میکنه و روی اون مده هشم میگه.
نتیجه ما همگی در روز سوکا با در دست داشتن اتروک و لولا و با حرکات به خصوصی که رون انجام میدیم و براخهایی که روی اونها میگیم ازش میتبرخ تشکر میکنیم و موفقیت خود رو در روز دین و بخشایش در روز یوم کیپور اعلام میکنیم و بدین ترتیب به ساتان و ملت های دیگر میفهمونیم که بنی اسرائیل از هشمین بارخ ملخ ملخی همیلاخیم فقط دستور میگیرند و بس. سوال جالب هم هست که میپرسن که چرا باید میسوای سوکا باید بعد از یوم کیپور باشه، چرا نه قبل از اون یا ایام قبل و بعد از روششنا یا اینکه در پسح یا شاوعود در ایام دیگر باشه، چرا نیست؟ میفهمن که سوکا به معنای تیلاد مهمنوتا است، یعنی زیر سایه خداوند. گیمتریای سوکا برابر است با 91 که اسم هشم هم که نمیشه نام برد ادنوت اون 65 تاست و اسم دیگر هشم یود که وافکم 26 تاست. 26 با 65 میشه 91 برابر با شماره سوکا. در نتیجه با رفتن و نشستن در سوکا در زیر سایه مستقیم خودشون رو قرار داریم که این افتخار بزرگی برای ماست. به همین جهت در روز یوم کیپور چندی بار که ما فریاد زدیم کی و یوم هزه یه خبر الخیم لتهرت خیم میکل خط خیم لفن هشم تیتارو، بدین ترتیب مدرک و تصدیق و گواهی بخشش اقشورخو بر گناه همون رو ما در دست داریم و اونها رو که اتروگولولاف هم اصلا اونها رو به همین نشون میدیم و به مردم میفهمونیم که ما در حضورش این پاک شدیم. به همین دلیل اول میسوای بعد از یوم کیپور ساختن سوکا است، نه هیچ دستور دیگر یا هیچ میسوای دیگری. تیلا دمیمونوتا و یمینو تخب بکنی، منظور بانشستن در سوکا دست دیسا یقشون خوب و در آغوش گرم و پر محبتشون برخ هستیم، همونطور که در تفیلای خرگ از سکوت ما میگیم که اطاب خرطانو برای به صلاح به عنوان قوم ممتاز ما رو انتخاب فرمودی که این تفیلا رمز بینستونه بر پسخ، اطاب خرطانو منظور برای پسخ بود که ما آزادیم رو دریافت کردیم ازشیم. به وقتی که میفهمد که به هفته اوتانو منظور در شاووتی که به علت که ما رو دوست میداشت هدیه پر ارزش خودش رو همان دورتون رقدوشا به ما عطا فرمود. و وقتی که در تفیلا میخونیم وراتی تا بانو خواستار ما بودی و ما رو به عنوان دلجویی که خطای ما رو بخشیدی در زیر سایه خودت قرار دادی. در نجه خگس و کت نمودار دلجویی و توجه عقشون خوب فرزندانش. امیدوارم که هشم همیشه سایه لطف و محبت و محافظت خودش رو هیچ وقت از سر فرزندانش از سر همگی ما در هیچ کجای دنیا کم نکنه و امیدوارم که همگی زیر سایه خداوند مشغول به انجام میسود و معصیمی تو را باشن و امیدواریم بشم که این محیط هم برای همگی محیط خیلی خوبی باشه و خک سامیخ برای همه باشه. با عرض شبات شلام و درخواست شباتی پر از نخت و آرامش و زندگانی خوب از خود شروع خوب برای همگی، شبات شلام اوراق و خک سامیخ.